بازار شیراز. سلام آقا تورو. سلام. به به آقا بهادر. آقا زیاد تشریف ندارن؟ بفرمایید میان. طول میکشه؟ ای من برمیگردم. اگه اومدم بگم کجایی؟ عدلیه. پیش قاضی؟ خیر پیش. بفرمایید. خب این ناقصه، باید توضیح داده بشه. خب توضیح بده. همینجوری؟ جوری و قاضی صحبت میکنم که حق رو بده به تو. دنبالم بیا. والا بلو تقسیم مالو برندارم قاضی صاحب دوست داره ازش تعریف کنی. برو تو. متشکرم. بله؟ پرسیدم از کی شکایت داری؟ از کی باریده این سر رو؟ ظاهرن در حقیقت خان فتح الله خان. خان؟ بله. یعنی تو رعیت بی سر و پا شکایت داری از خان؟ خب اون دستور داده که سر بی گناه ها رو گوش تا گوش ببرن. بمشو از اینجا. امان از این اوضاع و زمانه. امان. هر رزل پاشنه ترکیده به خودش جرأت میده پاشو از گلیمش بیرون بندازه و اولدرام بندلرام بکنه تو محکمه. گفتم گمشو. یه بار بیرون. بلکن. حرف رعیتو گوش کن جناب قاضی. اگه بی حساب بود سرش ببرو که تو پوستش کن. اول پوستتو پره که میکنم تا ادب بشی، بعد رسیدگی میکنم به شکایتت. اون دو زنجیر یارش بیرون. بیا برو بیرون. یالا برو بیرون. برو بیرون. برو بیرون. برو بیرون. بیرون. ببین از حال عریضا رو مردک لاطایل مهمل. وقت نگیر از من بابت چند خط یعجوج و ماجوج. مردک بی حیا. میبینی؟ یک مشرعیت بی سر و پا خانکشی را میندازن، دم از عدالت خانه میزنن. دور نیست فردا روزی که از قوام الدوله و قبله عالم هم شکایت بکنن. حکم چی بزنیم؟ مشروط چی؟ مشروط چی؟ اگر آب زمزم و کوثر رو این خناس بریزی بازم ادب نمیشه. همون بهتر که بپوسه تو سیاه جا. بله بله. دو
در نهایت تصمیم گرفتند از این به بعد به جای 15% حق گمرک بشود 30%. 30%؟ حق گمرک فقط؟ گفتم دستور جدید والیه. جناب نماینده، به والی ما حاج غازی ها، از شما بعیده والی و گاف. حرف نذارید به دهن من، بنده جز این نگفتم که گاو ما ماده نیست. نره آقا جان، این 30% گمرکی با دخل و خرج حضوردار سنخیت نداره. اگه این گاو قابل دوشیدنه بفرمایید شما بدوشید. درآمد ما جواب نمیده به این قلم. بالا غیرتن نمیده، والله نمیده. به عیال و اولاد بگیم هوا بخورن. آقایان، مگر من این قانون رو وضع کردم؟ بنده به عنوان نماینده والی شیراز، شاهزاده شاه السلطنه، صرفاً مجازم مجری اوامر والا باشم. مأمورم به گرفتن فقط. به نفع شماست که با من کنار بیاییم. بله، درست بفرماییم. باید کنار بیاییم. حضرات، حوصله کنید بی زحمت. این روزا سود تجارت مجاری ایمن میخواد. اگه طرفیت ما انگلیس باشه که تجارت دنیا به دستشه، سود ما بهتر تضمین میشه. کارسازی 30% مشکل هست، اما محال نیست. اینجا ضرر میکنیم تا جای دیگه منافع بیشتری تحصیل کنیم. احسنت. ضرر به هنگام بهتر از منفعت نابه هنگامه. به 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 به، این ضرر نو بر شما مبارک. پس بفرمایید هر وقت عالی جنابان یا دولت فخیمه انگلیس دستنگ شدن، تاجرها و بازاریا باید از جیب مایه بذارن. حضرات تأمل کنید، ضرر کمو باید استقبال کرد. چه حرفا میزنید آقا؟ ضرر کم کجا بود؟ جناب نماینده، کلاهتون رو قاضی کنین خدا وکیلی. چرا دربار باید وام بگیری از اجنبی؟ اونم بری سیر و سیاحت فرنگ. بعدم که دستش تنگ شد دست بکنه تو جیب تاجر بخت برگشته. بی حرمتی از حد گذشت آقا. به من و شما چه مربوط قبله ی عالم چه میکنه؟ باز حرف میذارید به دهن بنده؟ کی از قبله ی عالم حرف زد؟ آقا جان، اگر جناب عالی و والی معزز گوش بدید به حرف مردم. مردم به رعیت نیامده این حرفا. رعیت رعایت میخواد آقا. ببینید آقایم، از من به شما نصیحت، از کاه کوه نسازید. بنده مأمورم با مسالمت عقض کنم. نگذارید با قهر و غضب بگیرند. و سلام. نه قرار بود با ما باشی حاج حسن. به این سوی چراغ مصلحت همین بود که گفتم که 30% گمرکی بدیم به این اجنبی های از خدا بی خبر. پرسیدی از کجا بیاریم؟ بنده هم تاجرم و چرکه سود و زیان انداختم. به این شاچراغ من که میدونم اینقدر سود نمی کنیم. تجارت امنیت میخواد آقا جان. 30% از سرمایه رفت با باقیش جبران میکنی. چرا؟ چون امنیت داریم. یعنی چی؟ یعنی باج بدیم به شغال؟ شما چرا دیگه حاج آقا؟ خداییش پر بیرا نیست حرف حاج حسن. شما هم تون رفتی تو دل این مأمور بیچاره. میترسم این زبان سرخ سر همه رو به باد بده. هرچی بیشتر سرخم کنی بیشتر بارتون میکنن.
بیخبر نیستیم که مظفرالدین شاه شاه مملکت با قرض و غوله رفته فرنگ برای خوشگذرونی، بعدم برای جبران قرض و غوله هاش گمرکات جنوب رو داده به انگلیسا. خب تاوانشو چرا ما باید بدیم؟ اینا به ما ربطی نداره حاج آقا زیا. همین حرفا تو دل منو خالی میکنه دیگه، درد سر میشه به والله. خیلی خوب، اگه قرار حرفی نزنیم مشکلی نیست. آقایان دست کنید تو جیبتون، هرچی نقدی ندارین بریزید بدید به این اجنبیا. همین زبان تلخ و تندت فتنه به پا میکنه. من چی کار دارم به شاه مملکت؟ حرف اینه که ندارم. چرا سر میکنین زیر برف؟ تاجر نباید بیخبر باشه از دنیا. آقایان تهران داره پوست میندازه. رفتن شاه عبدالعظیم علما بس نشستن فریاد میزنن عدالت، عدالت خانه. این فرمایید چه کنیم؟ علم قیام دست بگیریم بریم دم تیغ؟ اگه لازم شد چرا نه؟ مرگ یه بار، شیبنم یه بار. همین امروز تمام سم جمع میشیم میریم تلگراف خونه، یه تلگراف میزنیم به جماعت تهران نشین، میگیم چه وضعی داریم ما. گوش شنوا، زمانی پیدا میشه که فریاد بزنیم، وگرنه هیچ سودی آید ما نمیشه جز تو سری خوردن. این با من، همین امروز همه سمف رو جمع میکنم کنار تلگراف خونه. و سلام. 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 وقتی نبودی آقا بهادر اومد اینجا، گفت میرم عدلیه برمیگردم، خیلی دیر کرده. پیش قاضی؟ نکنه سراج الدین؟ بله قاضی سراج الدین. ای داده بیداد، سراج الدین دیوونه شده. خبر دارم، وقتی تو لارستان اون خانکشی توسط مشروط طلبا را افتاد کشته شد برادرش. حالا این آقا به هر کی مظنون میشه یه انگ مشروطه‌چی بهش میزنه و کنده و زنجیرش میکنه. نگران همینم. ببین چه میکنی؟ اک کنم خرج داره، راه دوری نمیره. آب آدر گردن ما حق داره. پس من با اجازتون میرم. پسر یه چای بر من بیا. مشروطه‌چی که میدانی چه حکمی داره؟ خونش حلال نیست ظاهرا. ظاهر و باطن حلال خونش. آخه کسی که نمیدونه مشروطه خوردنیه یا پوشیدنی، متهم حساب میشه یا محکوم. البته تو کوه و کمر که مشروط معنا نداره. قبول کنید لطفا. خیلی ممنون، سپاسگزارم. برو دیگه. هیچ اسمی نترسه زیر دست من رام نشه. برو بیدم چهار شده. برو
سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم آقا بهادار. بفرمایید بفرمایید. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. بفرمایید. عدلیه به این میگن. تازه نرخم تعیین میکرد، میگفت کمه. خوبه که رضایت داد، حالا شکرش من به جا میارم. و شیراز چه خبر؟ وضع شهر مثل همیشه نیست؟ ما که مثل شما بزن بهادار نیستیم، داریم لکوله گلاویز میشیم با حکام جور. بزن بهادار، وقت ما هم برگشته آقا زیان. از کت خدایی افتادیم و سر سه نفر رفت به باد. هر سه؟ یعنی دیگه الان کت خدا نیستی؟ عجب. گفتم بریم عدیه شکایت کنیم، شاید کسی به داد برسه. معلوم شد اونجا هم سری که میره دم تیغ سر بیگناه. عدلیه اسم بیمون سمایی هم. اون چیزی که ما دنبالش هستیم عدالت خانه است. قاضی باید مختار باشه. خان که هیچ، اونقدر قدرت و استطاعت داشته باشه جرأت کنه قوامم محاکمه کنه. والی آمده بازدار. معید دوله از خودش اومده که نسخ بگیره. باید میرفتی لارستان ببینی چه قوقایه. مردم تونستن عدالت خانه بزنن. اگه الان اونجا بودی خان محاکمه میشد، تو هم مأمور میشدی با یه تیر درست وسط پیشونی بزن. تیر بزنیم به خان؟ نفرمایید. به قول سید محمد، اگر خان نباشه همدیگه رو میخورن. به مخیله امام راه نداره. ده همین اشکال از مخیله است. مغزا رو خوب تربیت نکردی. چند لحظه اینجا باش، الان برمیگردم. ممنون. مراسم نامزدی داریم برای دخترم. در حقیقت هم جشن هم عزاست. میخواستم ببینم. بگو هر چی میخوای بگو. شما رو سر ما جا داری. میخواستم پسرم سیفو رو بیارم شهر سواد یاد بگیره. بیار بسپارش به من. مثل پسر خودم میذارمش مدرسه، بزرگش میکنم. لطف شما زیاد. دین شما همیشه به گردن ما هست. این چه حرفی میزنی مرد؟ ببین تو چه بخوای چه نخوای با خان درگیر شدی، یعنی با ظلم. پس ول نکن، خودم کمکت میکنم شکایت کنی تهران با تلگراف. تراب. بله. آقا بهادر که رو چشم ما جا داره دختر میخواد شوهر بده. مبارکه. هر چی که میخواد براشون جور میکنی، علاوه میکنی یک بسته شیرینی فرد علا. به قول تهرانی ها مشتی. که هم سوغات به حساب بیاد، هم شاد باشی باشه از طرف من. به سلامتی و میمنت. مبارکه. من دیگه با اجازتون باید برم. آقا بهادر در خدمتیم. حواست به حجره باشه. چشم. سلام. مردم شهر راحتن. جلوی هر کس هر چی که میخوان میگن. اون چه البته به جایی نرسد فریاد است. همینم غنیمته. جان ما ایلاتی ها نوک زبان ماست. به کوچکترین خطایی سر به باد میره. سلام علیکم. پسر دین جان مواظب حجره حاج حسن هم باش. مبارکه. انشالله با دلخوشی و میمنت.
خودم پا دست سوخته گفته نمیپردازم. هر وجهی ما مرقوم داشتیم باید بپردازید. ما که خبر داریم از وضع حال تجار در چیره. ما این مقدار سود نداریم. بفرمایید خودتان تبدیل کنید. خفقان بیفته به این حلقوم. حقا که گستاخ و چش دریده شدید. حالا که زبان دراز به جای عقل و درایت نشسته، پس بدانید، بدانید معید و دوله نیستم اگر این گمرکی نگیرم. میگیرم به علاوه یک فالوده شیرازی به عنوان دستخوش. اگر تهران تایید کرد به روی چشم. زبان ریزی ممنوع. معید و دوله ای ما میگیریم. اگر تهران گفت پس بده به روی چشم. آقایان تأخیر جایز نیست. همین الان میریم تلگراف خونه یه تلگراف میزنیم به دربار. بفرمایید. حاج آقا زیا به عاقبت کار فکر کردین؟ پدر خدا بیامرزتون یادتونه؟ خدا رحمتش کنه. در هر صورت گفتن از من بود، هر جور که خودت صلاح میدونی. سراغ راست میگفت، پدرم با ظلم در افتاد. اصرار اطرافیان که مشت بر درفش نکو به خرجش نرفت. صدای مادرم را میشنیدم که با بغض میگفت حاج آقا تو را نمیبخشم. پدرم تا این جمله را میشنید میایستاد، بعد سرش را رو به آسمان میگرفت که اشکهایش نریزد. بالاخره پدر تصمیمش را گرفت و آتش روشن شد. سالها یتیمی بود و فقر، و امروز من در همون موقعیت پدر هستم. نمیتوانم برگردم. خسته نباشی مادر. تموم شد. سیفو تموم شد. سلام. به به، باید جشن بگیریم. جشن سربرون. جشن این والی مثال مانند نداره. حق نیست بی ساز آباز. جهان بیا، میخوان جشن سربرون بگیرن. الان میام. مرد میخواد جشن سربرون. باید به خورشید بگیم بیاد برای سربرون والی. خورشید نامزد بشه با جهان پسند؟ میخوای آشوب بپا کنی؟ دخترم هیچ نمیگه، ولی دلش در من به خورشیده. فقط دل دختر که شرط نیست. پس با من هم رأی نیستی؟
دلگیر نشو بهادر. اگر کت خدای طایفه نیست، کت خدای دل من هست. هنوز نظر خواستی گفتم، همیشه می نازم به تو. باشه، قبول. بهادری که من شناختم کاری جزی نمی کنه. بی بی بفرما جا. دست خوش میدم به این دختر. 5 تا تیر. 5 تیر؟ 5 تا؟ جهان بیا بگیر تا نظرش عوض نشده. سیفور به جوانا بگو بیان کمک. بهادر این قالی سربرون میکنیم به اسم خورشید، ولی سرخو دست بردار نیست، زخم میریزه. آخر مرهم میکنیم اگه زخم میریزه. تا کی؟ نیش برای کارت، مرد برای گلوله. از چه میترسی؟ راستشو بگو، راضی هستی تو؟ چرا نباشم؟ آرزو هر مادر وصلت دخترشه، حتی با خورشید. کی بهتر از اون؟ مصلحت هایی داشتم که به باد رفت، ولی مطمئن باش اگه از اول اختیار دار بودم میگفتم فقط خورشید. اگه همه ایلاتم بگردی دختری مثل تو پیدا نمیشه که اینقدر عزیز کردی باباش باشه. هرچه خواستی برات فراهم کرد. قدرشو میدونم. خیال جمع. این نشانه ببینم چجوری شکارش میکنی. نزدیک بود. بد نیست. به
وجودی هیچ شکاری از دست در نمیره. برخلاف خورشید که همه شکارا از دستش در میره. آفرین، خیلی نزدیک زدی. مادرت اینطور نمی توفنگ که دستش بیفته از در دمان انجرودارش نیست، ولی فشنگ بیبی که قبول نیست بابا. هست فقط با مرگ توفنگ چی توفنگ دست بیفته. علی بگی سرت خدا این بد بره بارو. سواردی سربرون گرفته بهادر برای قالی جهانپسند، دعوتم نکرده شما رو. عجب نادونه وارونه کاریه این بهادر، جای این که عزای سه برادر رو بگیره جشن سربرون گرفته. به هر حال کد خدا که دعوت هست. جمع کن این تفنگچی‌ها رو. خوش آمدی گرنازان. الهی بیرارت نخوابه بهاد، برای یتیم برادرت هم عمو بودی و هم پدر. الهی دشمن شاد نشه، سورت ماتم نشه بهاد. خوشی لقمه بزرگی برداشتی، باید مراقب باشی، مثل جان عزیز باشه برات. روی چشم براشون دعا کن گرنازان. یا رب کعبه، یا رب کعبه، به پای هم پیرشون انشالله. بفرم بفرم.
سلام درود بهادر. سلام که خسرو. سلام عزیزم. خوش آمدید. که خسرو سلام. سلام میرزا حسین. از پدرش جهان پسند را به چنگ آورد. شنیدیم از یک قاری اون پسر سرخوه شر به پا میکنه. شکایت شده از این خورشید. میخوام که فقط شاد باشید. به کوری چشم دشمن قاری سر برون میکنیم تا بدونیم مرد شایسته جهان پسند کیه.